در نیمه شب ششم اردی به هشت سال 1365 در هنگام تست ایمنی در راکتور را شماره چهار نیروگاه چرنوبیل انفجاری بزرگ روی داد. تشعشات رادیواکتیو ناشی از این حادثه نه تنها شهرهای نزدیک به آن بلکه قسمتهایی از اوکراین، بلاروس و بخشهایی از شوروی سابق و اروپا را نیز آلوده کرد. در هنگام مهار آتش ده ها نفر از کارکنان این نیروگاه و تعداد زیادی از آتش نشانان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و نداشتن پوشش مخصوص به رادیواکتیو آلوده شدند چندین روز بعد در چهاردهم ماه می میخائیل گرباچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی این فاجعه را بدترین حادثه هسته دنیا خواند در ماه نوامبر همان سال تیم‌های ساختمانی به سرعت مشغول ساخت یک سازه بتونی شدند این سازه با 400 هزار متر مکعب با قصد جلوگیری از گسترش تشعشعات و مواد آلاینده بنا شد اما با توجه به وسعت تشعشعات درون و اطراف راکتور این سازه نمی توانست موثر عمل کند به همین دلیل در ماه اوت سال 2010 ساخت سازهای حفاظتی جدید توسط کنسرسیومی اروپایی آغاز شد این سازه گنبدی متحرک برای جلوگیری از آلوده شدن کارگران و مهندسان در 180 متری راکتور ساخته شد تا پس از کامل شدن به سمت راکتور برده شود. مدیر امنیت و سلامت محیطی کنسرسیوم میگوید در حال حاضر این گنبد به ارتفاع لازم خود رسیده است 108 متر ارتفاع و 250 متر عرض و 150 متر طول این سازه به عنوان پوشش امن برای راکتور عمل خواهد کرد و طوری طراحی شده که تا 100 سال دوام داشته باشد این ساختمان علاوه بر محدود کردن انتشار مواد رادیواکتیو دارای تجهیزات لازم برای انهدام کامل راکتور چهارم است سهشنبه نهم آذر موعد قرار گرفتن کامل این گنبد بر روی راکتور چهارم چرنوبیل است